علتی که ما این همایش رو در حقیقت امسال آغاز کردیم بود که با توجه به اینکه ایران تنها کشوری هست که در دنیا که مسئولیت ارائه خدمات بالینی یعنی سرویسی که به مردم داده میشه از لحاظ سلامت مسئولیتش با دانشگاه‌ها هست، این یک خب طبیعتاً بار بزرگی بر روی دوش دانشگاه هاست و نگرانی‌های برخی دارند، دغدغه‌هایی هست به هر حال که حجم عظیم کار بالینی از آب و رنگ و اهمیت کارهای آکادمیک که عبارتن باشه از آموزش و تحقیق از اینها کم کنه. بنابراین ما فکر کردیم که یک در حقیقت همایشی رو اختصاص بدیم به پزشکی آکادمیک و به پزشکان آکادمیک. طبیعتاً همایش‌های دیگه هم تو مملکت هست ولی با یک رویکرد دیگری. این رویکرد ما در این همایش اختصاصا از دیدگاه به هر حال آکادمیک هست که عبارت باشه از همون آموزش و تحقیق. همایش رو بیشتر بر مبنای بیماری‌های گرمسیری عفونی و بیماری‌های مغز و اعصاب و بیماری‌های غدد و متابولیسم و سمشناسی قرار دادیم و از پزشکان و محققین از دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد دعوت کردیم که توی این همایش شرکت کنن و همینطور از اساتید دانشگاه شهید بهشتی خواستیم که تازه‌های تحقیقاتی و علمیشون رو ارائه بدن.
سخنرانی خود من جنبه های پزشکی عوامل شیمیایی جنگی است که ما قربانی عوامل شیمیایی جنگی هستیم. من استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بودم، ولی در جریان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران و مخصوصا وقتی زمزمه کاربرد سلاح‌های شیمیایی ارتش عراق بر علیه ایران بود، احساس وظیفه کردم به کشور عزیزم برگردم. در اون زمان متخصص تمشناسی پزشکی در ایران نبود. به هر حال بعد از اینکه ما برگشتیم، علاوه بر اینکه به هر حال مجروحین شیمیایی رو درمان کردیم و آموزش در این رشته دادیم، دوره‌های کارشناسی ارشد و پی‌اچ‌دی تمشناسی رو اندازی کردیم، بعد هم دوره فلوشیپ تمشناسی بالینی. سخنرانی بیشترین تحقیقات رو در زمینه جنبه‌های پزشکی عوامل شیمیایی جنگی ما در ایران انجام دادیم و مقالات زیادی در این زمینه منتشر کردیم و کتاب‌های زیادی هم از جمله اشپرینگر که یک ناشر بین‌المللی هست از 10 سال پیش از من خواسته بود، خیلی اصرار داشت که من حدود 6 سال پیش قبول کردم و تا حالا 3 کتاب، یکی در زمینه عوامل جنگی اعصاب هست، یکی در مورد گاز خردل هست و عوارضش که ما قربانی اون گاز هستیم، یکی هم توکسین های بیولوژیک. صحبت هایی که من خودم در این همایش کردم، سخنرانی که امروز صبح داشتم، در حقیقت مقایسه بود از اون چیزی که در طرح تحول سلامت داره انجام میشه و نتایجش در 3-4 سال اخیر با اون کاری که در حقیقت نظام ملی سلامت در انگلیس انجام داده که الان بیش از 70 سال از عمرش میگذره، و سعی کردم به هر حال تجربیات اونها رو مطرح کنم، یه مقایسه داشته باشیم با اون چیزی که در طرح تحول سلامت داره اتفاق میفته، که تجربیات اونها بتونه به نوعی چراغ راه کار ما باشه و نکات مثبت و منفی رو مطرح کردم که مورد استفاده قرار بگیره.